کنید که دکمه هاتون رو درست توی یه ردیف بدوزیم. پایین مانتو رو سوزنچه میزنم، بالاش هم سوزنچه میزنم. اینا باید با هم تموم شده باشه. اگه اختلاف طول دارید بعد درستش کنید. ببین از پایین مانتو یا از بالای مانتو ببینید اگه زیاد گذاشتین کم گذاشتین همه رو جبران کنید. یکی هم وسطاش میذارم. خب اینا دیگه رو هم تکون نخوره. بعد از این قسمت مثلا اول اینجا دکمه سوزنمو از وسط جا دکمه، جا دکمه رو باز کردم با بشکاف، از وسط جا دکمه در میارم. سوزنو از وسط جا دکمه درش میارم. خب اینو که از وسط در آوردی همه رو دیگه از وسط بعد دکمه هاشو بزنی، یا اگه از پایین جا دکمه در میاری از پایین همه رو باید بزنی. وسط بهترین جاست. خب این قسمت رو من میام حالا باز فقط به لایه‌ای که بعد دکمه رو بدوزم، دکمه رو میدوزم. نختون رو سلا چارلا کنید که تعداد باری که میخواین دکمه رو بدوزید کمتر باشه. یک بار، دو بار یا سه بار از این قسمت عبورش میدید. این دکمه الان پایه دار هستش. دکمه که پایه دار هست مخصوصا برای پالتو معمولا ما میایم یکی دو دور دور پایه میچرخیم. برای آخرین بار از تو پایه رد میکنم سوزنو، میام به سمت پشت مانتو. پشت مانتوتون بچه باید تمیز از کار در بیارید. خیلی دیگه چون پشته دلیل نمیشه که کوکاتونو کثیف و درشت و بد بزنید. خب اینجا هم میام یکی دو بار دکمه رو محکمش میکنم. آخرین بار سوزنو از داخل خود نخ، از تو حلقه خود نخ درش میارم میکشم. این میشه گره فرانسوی بهش میگم. یه بار دیگه میزنم، ببین نخمو حلقه میکنم. سوزنو از داخل حلقه نخ عبور میدم، دستمو میذارم رو حلقه تا گره رو بره آخرین نقطه بزنه. وقتی آخرین نقطه زد شما در حدود نیم سانتم که نخ واسش بذارید این دکمه دیگه هیچ وقت پاره نمیشه. خب به این ترتیب دوخته میشه. حالا اینا رو تا پایین میزنیم، بعد سوزنچه ها رو میکنم و دکمه ها رو میبندم. من تا پایین به همین ترتیب دکمه ها رو میدوزم. خب به این شکل بچه دکمه ها جا دکمه ها زده شد، دکمه ها بسته میشه و از بالا و پایین دیگه اصلا کم نمیاریم. ببین از بالا از پایین هم تراز هستش. حالا اینو میخوان با یک کمربند توی کمری مانتو رو تنگش کنن. میتونید شما پل کمر تو قسمت کمرا بذارید که کمربند از حد معمول خودش توی خط کمر پایین تر نیفته.